بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقای حداد عرض کردم در این سفر اخیری که در خدمتشون بودم، بعضی از دوستان عرض کنم که یک علاقه خاصی پیدا کرده بود بله به رفیق خودش ایشون، فرمودن که این علایق دو قسم هست، یک علایق نفسانی است که اون خب مطلوب نیستش، اگر علاقه به رفیق علاقه الهی باشه. یعنی علاقه الهی به چه معنا؟ وقتی پیش رفیقش میشینه همیشه یاد خداست، به یاد خدا هست، این علاقه علاقه مطلوب، اشکال این باشه. اما اگر علاقه علاقه الهی نیست، علاقه نفسانی هست، این علاقه باید زائل بشه. بعد فرمودن من میتونم این علاقه رو زائل بکنم، ولی این کار رو نمی کنم، چون به اون سیر طبیعی خودش که خداوند قرار داده، به اون سیر، اون سیر باید عرض کنم که اون مسیر باید طی بشه. اگر اون مسیر طی بشه انجام بگیره، اون بهتره، اون بهتره. یعنی اراده پروردگار به این تعلق گرفته اینطور، یعنی اون رفیق باید مجاهده بکنه، تضرع بکنه. اگر علاقه به رفیقش نفسانی هست، پیش خدا تضرع بکنه، گریه بکنه، به خدا یا این علاقه رو از من بگیر، زائل بکن با دعا، با توسل، اینها، تا خداوند عرض کنم که این علاقه رو زائل بکنه اگر نفسانی باشه. اگرم که الهی است که عرض کنم خدا بیشترش بکنه، که انسان پیش رفیقش بشینه و با خدا یاد خدا بکنه، یاد خدا بکنه. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد آر محبان باد پیما را. اون ارزشمنده، اون محبتی که برای خداست و خداوند برای مؤمنین تو دل مؤمنین قرار داده، اون کیمیاست، اون ارزشمنده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این آیه مال همینجاست، اونایی که ایمان و عمل صالح انجام دادن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و عمل صالح انجام میدن، سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند در قلوب مؤمنین محبت اینها رو قرار میده. سیجعل لهم الرحمن، اگر این مؤمن با مؤمنی عرض کنم برای خدا و به محبت الهی بشینن، اینها پلا هم بشینن، آسمان رشک برد بحر زمینی که در او یک دو کس یک نفسی بهر خدا بنشینن. این چنین رفقایی ارزشمند، این چنین محبت های ارزشمنده، پیش خدا ارزش داره. رزقنا الله انشاءالله و ایاکم. اللهم ارزقنا حبك و حب من يحبك و حب كل عمل يوصلنا الى قربك.